ادخلوا فی السلم کافه، کافه به طور کامل جمیع حال هست، از میتونه هم حال باشه از ادخلو، از ضمیری که در ادخلو هست، و هم حال باشه در از استسلام، یعنی به طور کامل همه تون در دین وارد بشید یا دین رو پایبند بمونید به احکام دینی و وظایف شرعی، و یا هم اینکه تمام احکام رو پایبند بشید و در استسلام و اطاعت جامع وارد بشید، به طور ناقص اطاعت و فرمانبرداری رو پیش نگیرید، اون چی که به نفعتون هست رو به عنوان دین نگیرید و اون چی که برای طبق میلتون نیست رو رها کنید. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. و از آثار قدم شیطان پیروی نکنید که اون براتون دشمن آشکار است. آیه بسیار کوتاه است ولی بسیار جامع و بسیار شافی و بسیار تأسیسی در شناخت وظایف شرعی و نگاه شامل و جامع به دین است. اگر با یه نگاهی خواسته باشیم بندازیم به همین سوره، در همین حدود 200 آیه‌ای که ما ازش گذشتیم، اگرچه این آیات خوب بدونید که سوره بقره جزو آخرین سوره هایی است که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شده، و در این طول 20 چند سالی که بر پیامبر به صورت تدریج احکام و نظام حیات و زندگی و مسائل مختلف فکری و اعتقادی برشون نازل می شد، به طور عموم در این ایام داره به حدی به کمال خودش یا به تمام خودش میرسه، و این پیام در واقع تصویر کلی ما قبل از دین رو در ذهن میاره که تمام اون چه که شما تا به حال بهتون گفته شد، بهتون آموختید، بهتون انتقال داده شد، همه اینها رو در ذهن خودتون داشته باشید که به همه اینها پایبند بمونید، تصویری از دین رو به طور کامل داشته باشید. و در مقابل این تصویر جامع و کامل، مسیر شیطان هست که انحرافاتی در مسیر تدین و دینداری ایجاد میکنه. در ضمن آیاتی که در سوره بقره، در آغاز سوره بقره ما نگاهی داشتیم بهشون، در تاریخ تجربه بد و حیات آدم و عملکرد شیطان در لغزشی که آدم بهش مبتلا شد، در واقع یک نوع تجربه یا یک نوع آزمایشی بود برای آدم تا اینکه مسیر زندگی خودش رو بر اساس یک تجربه ما قبل یا مسبق بتونه انجام وظیفه بکنه. این در اون تجربه شیطان، نقش شیطان، وسوسه شیطان و چگونگی تأویل کردن انحراف و خطایی که شیطان انسان رو به اون راهنمایی کرد رو در اونجا برامون یادآور شد که ما نهاکم و ربکم و انتلکم و شجرت الا ان تکونا خالدین. این حکمت این بود و شما به قصد این بود از این که شما رو الله متعال نهی کرد از تغذیه کردن از این درخت، در نتیجه شما خودتون رو ملزم به این حکم ندونید، عقل خودتون رو یا قیاس یا مبنای عقلی خودتون رو پیروی کنید تا اینکه دچار زیان و خسارت نشید.